سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان تریدر امیدوارم حال همگی خوب باشه میخوایم پتانسیل های ترید در هفته پیش رو رو با هم بررسی کنیم کار رو با اخبار اقتصادی هفته آغاز میکنیم همونطور که میبینید روز دوشنبه ما خبر به خصوصی نداریم جز اینکه ساعت 5 آی اس آمریکا میخواد اعلام بشه این خیلی خبر خاصی نیست که بخواد اونقدر رو تراز بازار تأثیر گذار باشه ولی چیزی که کم شاید مهمتر باشه در کل هفته توی چین تعطیلات بانک خوب خب پس در واقع حواسه اون باشه که یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا این هفته قایبه اوکی پس ممکنه در غیاب چین در واقع بتونن بقیه یه عرض اندامی بکنن پس بازار تلاطم خواهد داشت ما روز سهشنبه خدمت شما ارز کنم که ریت استیتمنت دلار استرالیا رو داریم پس دلار استرالیا طبیعتا تحت تاثیر این خبر ممکنه نوسان داشته باشه با توجه به اینکه احتمال داره حتی تغییر نکنه یعنی ریت استیتمنتش همونی که هست بمونه ولی باز هم میتونه طرز بازار تغییر رو ایجاد بکنه سه شنبه ما داریم مشاقل ایجاد شده در آمریکاست خب این میتونه به بازار ترید وامون خبر اصلا نرا ولی خب به هر حال برای خودش وزنه ایه میتونه به بازار یه شوکی وارد بکنه بازار رو یه تکون کوچیک بده ما روز چهارشنبه ارزم به حضور شما که ریت استیتمنت دلار نیوزیلند رو داریم پس این هم مثل دلار استرالیا اون میتونه در واقع حرکت بکنه به خاطر این خبر ولی خبری که یه خورده از بقیه به نظر من مهم تره ما روز چهارشنبه 5 آوریل ساعت 3 به وقت ترکیه فوریه بعد از ظهر ADP نان فارم Employment Change آمریکا رو داریم این خبر تو دو سه ماه گذشته هم دیدیم خیلی یهو به بازار شوک وارد میکنه البته خب اینو هیچ وقت من ترید زمان خبر انجام ندادم نمیخوام بگم که ترید زمان خبر داریم باش ولی میتونه به شدت روی بازار تأثیر گذار باشه و ما میتونیم برایش حالا برنامه‌ریزی داشته باشیم ساعت پنجم ام ISM سرویس آمریکا اعلام میشه خدمت شما ارز کنم که تا میرسیم به در واقع پنجشنبه و جمعه توجه داشته باشین این هفته اول ماه آپریل هستیم طبق روال سالهای گذشته همیشه اولین هفته جمعه اول هفته هر, هر, نرخ اشتغال و بیکاری کانادا و آمریکا با همدیگه تو یه زمان اعلام میشد متاسفانه این دفعه با همدیگه اعلام نمیشه پنجشنبه مال کانادا اعلام میشه جمعه مال آمریکا اعلام میشه پس اون ترید USD ک رو نخواهیم داشت اما روز جمعه یعنی جدا جدا باید همشون رو ترید کنیم دیگه روز جمعه ما بازار خیلی عجیب غریبی داریم چون در واقع خیلی جاها تعطیله کانادا تعطیله اروپا تعطیله اردن به حضورتون که بریتانیا تعطیله استرالی... استرالیا و نیوزیلند هم تعطیلن فکر کنم تاجگذاری پادشاه جدید انگلستان باشه اگه اشتباه نکنم ولی چیزی که اینجا هست ما همون در واقع دست موز ساعتی و چه میدونم نرخ بیکاری و اشتغال بخش کشاورزی آمریکا رو داریم اینو میشه مثلا روی چارتی مثل طلا یا خود یورو یو اس دی چون یورو که تعطیل نوسانی نداره پس دلار اگه کلی نوسان داشته باشه یورو هیچ مقاومتی نمیتونه بکنه خب میشه رو اونا حتی ترید زمان خبر انجام داد پس پنجشنبه ما روی کد میتونیم متمرکز باشیم حالا یو اس دی کد یورو کد روز جمعه هم با توجه به اینکه تقریبا همه جا تعطیل فقط آمریکا واضح و کلی هم خبر داره احتمالا دلار بتونه خیلی راحت کارشو پیش بره من یه چیز دیگر هم اینجا باید اضافه کنم نگاه کنین از سایت در واقع یورو نیوز دارم اینو براتون میخونم این تیکه این وسطشو روز جمعه پری روز اعلام شد که توی حوزه یورو نرخ تورم از 8.5 درصد ماه فوریه به 6.9 درصد در ماه مارچ رسید یعنی همونجوری که خودش میگه شارپ ترین ریزش سالهای اخیر خب تا اینجاش یعنی همه چی اوکی شد خیلی عالیه دولا... یورو باید تقویت بشه اما این پایین بهمون داره اینو میگه علا رقم این که یه همچین کاهشی رو ما داریم که خب خیلی چیز خوبیه ولی تورم اصلی کور اینفلیشن هنوز که هنوزه آل تایم های 5 و 7 درصده خب توی تورم اصلی این پایین کور اینفلشن رو داره توضیح میده که توی تورم اصلی در واقع قیمت های انرژی غذا الکل تنباکو حذف میشه و در واقع واقعیت بیشتر خودش رو نشون میده خب و این پایین هم داره میگه که احتمالا بانک مرکزی اروپا در واقع برای افزایش نرخ بهره به این توجه ویژه ای خواهد کرد خب پس اون باشه ممکنه به محض اینکه این هفته بازار باز بشه چون این خبر آخر وقت جمعه اعلام شد بازار نتونست جهت خاصی و نسبت به این خبر بگیره پس در واقع ممکن هم که بازار باز بشه یورو بخواد جهت بگیره ممکن فردا حتی به محض اینکه بانک های اتحادیه باز شد یورو بخواد یه جهتگیری سنگین داشته باشه حواستون باشه چارت یورو یو اس رو زیر نظر داشته باشین ممکنه ترید زودتر از موقعی که فکرشو کنیم داشته باشه روی چارت ها با دلار کارمون شروع میکنیم دلار مسیر خاصی نداره ولی تو تایم فریم سه روزه اگه نگاه کنیم این سطحی که به دست آورده اگر اگر دست بده تا منطقه عدد فد یه ضرب باید سقوط بکنه ولی میبینیم هفته ای که گذشت خوب تونست مقاومت کنه اون ناحیه از دست نداد اگه بتونه به سمت بالا خیز بعد تو هیچ قالب خاصی نیست که بخوایم الان کانال مانال چه میدونم چیزی داش در بیاریم بیشتر پرایس اکشن خود کندلاست تو تایم فریم تر هم مثلا 4 ساعته چیز خاصی نداره که بخوایم ببینیم خب جز این که از در واقع لوی قبلی نزدیک لوی قبلی بلند شده پس بهتر امیدوار باشیم یا بر پایین منطقه عدد 102 چون 102 تا عدد 100 میلیون یه ضرب سقوط میکنه میتونیم تریدای خوبی داشته باشیم یا اصلاً هم هم از همین که هست این ناحیه رو رد بکنیم یه بار دیگه میتونیم خیلی خوشبینانه بگیم ممکنه خودش تا 103 و نیم بیاره بالا ناحیه اینجا خب پس دلار رو نگاه میکنیم و تصمیم میگیریم از الان واسه دلار نمیخوام نسخه بپیچم دلار رو همون موقع که بازار داره کار میکنه نگاه میکنیم چارت طلا رو براتون بیارم ما همونجوری که تو ویدئوی تحلیلی یک شنبه گذشته خدمت شما عرض کرده بودیم که بازار اگه خاطرتون باشه جمعه قبل اینجا بسته شده بود ما دنبال سل بودیم که سل های خیلی خوبی هم رو طلا داشتیم و گرفتیم بعدیاشو باهاتون شیر کردم خدمتتون عرض بکنم که این هفت دلار چه کاری با طلا میتونیم داشته باشیم طلا رو هم بالاتر کم بالاتر ببینین رو تایم فریم سه روزه هستیم ببینید ما سه تا شدای خیلی بد اون بالا داریم از کجا از عدد ناحیه عدد 2000 خب حالا میگم تو تا... تایم فریم پایین تر مثل 4 ساعته تو 4 ساعته شاید من اینو به عنوان پرچم بتونم در نظر بگیرم حالا من یکم بد کشیدم شما یکم ترتمیستر برای خودتون بکشین شاید این پرچمه باشه خب یعنی به سمت بالا اگه بشکنی خود سخته چون سر راه عدد دو هزار رو داریم اینجا نمیتونیم راحت بگیم که اینجا میاد بالا برای اگه پرچم رو به سمت پایین بشکنه فکر میکنم خیلی راحت خیلی راحت تو پارت اول خوش تا 19.40 بیاره پایین از جایی که الان هست سی دلار این فاصله است اگرم این سطح از دست داد یه بار دیگه میشینه رو مووینگ دیویست چهار ساعتش یعنی ناحیه ای عدد 1900 دور اون موقع چلنجش با خود کانال 1900 شروع میشه خب پس من دلم میخواد که بازار به گونه ای پیش بره که این هفته بخوام روی طلا کلپ شده روی طلا بخوام سل بگیرم بای زدن روی طلا شاید فقط همین یه تیکش راحت باشه بگیم از کف این داره بلند میشه حالا تا این بالا بیاد نمیگیم ردش کنه برگرد اینو بشکونه فکر نمیکنم این هفته بشه بهشون راحتی بهش بای زد پس این برنامه ریزی هم واسه تلا نگاه کنم ببینم کدوموری میخواد بره یورو یو يو اس رو داریم تو هفته که گذشت عالی کار کرد و فکر می کنم پنج پنجشنبه یادتون باشه که این بالا من اوردرگذاری گذاری کرده بودم اوردرامو در واقع دیدین تا اینجا رو در واقع من باش بودم اگه اشتباه نکنم خدمت شما عرض بکنم که الان چه کار داریم باش بکنیم الان اگه خوب نگاه کنیم فرم اصلی اگه این باشه ما اینجا دو تا سناریو داریم اولا که این های بالاتر از این های در نیومد که بگیم آها خیلی خوب سعودی شدیم اینم خط روند سعودی من الان همون ناحیه دوباره میخواد بکنه بر بالا نه ثابت کرد که اینجا نمیتونیم پس در واقع این هم مثل طلا شاید بد نباشه خیلی بیریخت براش یه دونه در واقع همچین مثلثی و قائل بشیم یه همچین چیزی حالا من تای شادو گرفتم مطمئنا تای بادیو میگرفتیم مثلا ظاهر داستان فرق میکرد خب اگه مثلث ما هم شکونده که فعلا شیکونده احتمالاً ریزش شهورده خورده قطعی تر بشه خب پس م... حالا چون خبرم داشتیم راجبش باید یه خورده با کیفیت بیشتری در واقع اینو زیر نظر داشته باشه یورو یو این هفته ترید داره بدون شک این هفته ترید داره یو اس دی براتون ببینین عزیزان یو اس دی کد به نظر من ترید نداره یو اس کد به اون راحتی نمیتونیم بگیم تا اینجا میاد پایین از اینجا هم بخواد برگرده رو هواه رو هیچ جای مناسبی نیست من دلم میخواد یه دوره دیگه خودش تا مووینگ دیویست دیلیش بیاره پایین از اینجا حرکت به سمت بالاشو بخوام بگیرم اگه خاطرتون باشه ما یه ضرر سنگینی هم که کرده بودیم ما میدونستیم باید تا 200 دیلی بیاد منتها خب یه لول رو برد بالاتر که ما استاپ خوردیم وگرنه این ریزش چیزیه که ما دو هفته قبل دنبالش بودیم و میخواستیم اینو بگیریم که متاسفانه از دست ما لیس خورد خیلی بدم لیس خورد تو تایم فریم 4 ساعت هم نگاه کنیم میبینید جای محکمی نیستین اصلا نمیتونیم بیایم بگیم, بگیم که خب حالا مثلا من روی ساپورتی نشستم روی یه جای محکمی نه جای محکمی نیست به نظر من اگه میخوایم باش کاری داشته باشیم توی پنج دقیقه فقط بیایم اسکلپش کنیم نمیتونیم روی تایم فریم های بالا الان براش هیچ نظریه ای داشته باشیم چون واقعا به اون راه نمیده یو اس تی وضعیتش یکم بهتره تو چهار ساعت تو حتی خود دیلی در واقع میبینین از یه دیمنزون داره بلند میشه تو چهار ساعته اون دیمنزون بهتر معلومه یک کوچولو خودش رو بندازه پایین این تو زخامت این خیلی زیاد نیست این تو میشه به نظر من پلکانی برای بایش اقدام کرد و تارگت ما هم تارگت خیلی خوبی میتونه باشه نگاه کنین اگه حالا از وسط های این کانال تا این بالا هم بخوایم در نظر بگیریم 200 پیپ ممکنه برای بای جا داشته باشه اگر برای سل بخوایم در نظر بگیریم بهتر این زون رو بشکونه از دست بده دیلی بهتر میتونیم ببینیم این پایین ماین بخوایم برای سلش بریم که خیلی بعید میدونم که بخواد منجر به سل بشه ولی اگه راه داد برای بای من اوکی پوند این هفته فر وقتش من نمیرم تریدش هم نمی کنم چون در واقع این هفته تو انگلستان همه درگیر کارهای دیگه هستن یه خورده اونجا شلوغ بلوغه بهتر اینه که با پوند این هفته کاری نداشته باشیم چون فراتر نداره اون یکی بازارها فکر می کنم اونایی که تا حالا راجعش صحبت کردیم فکر می بهتر باشه طبیعتا در طول هفته فهم می که باز هم اطلاعات جدیدی که به دست آوردم باهاتون شیر کنم پوزیشن خودم رو در حد توان باهاتون شیر کنم امیدوارم که به حال بتونید تریت های خیلی خوبی رو این هفته داشته باشین وقت همگی بخیر